ببین میخوایم امروز در مورد یه موضوعی صحبت کنیم که خیلی خیلی جدیده. شاید از اون موقعی که شروع کرد به سر صدا کردن، شروع کرد به این که یک مدیایی شد برای اینکه بخواد اثر تو این مدیوم تولید بشه و غیره، به خیلی از سن من تقریبا 1990 شروع شده، یعنی تقریبا هم سن ما هست و خیلی برای هنر جدیده. به همین خاطر ما میاییم و یه مجبوریم که یه تاریخچه‌ای رو بگیم، چه تاریخچه‌ای که اکثر ماها در موردش اطلاع داریم، در موردش تو حداقل دوره ما اینترنت بوده، با اینترنت زندگی کردیم، امروزه تغییراتی کرده و این چه اثری گذاشته توی در حقیقت خلق اثر هنری. و به نظر من بهترین جای ممکن داره این صحبت انجام میشه، در یک فستیوالی که اساسش همینه، یعنی ریکانکت به نظر من فستیوالیه که یه فستیوال خیلی خیلی درجه یک توی حوزه سایبر فرمنس ها، تو حوزه اینترنت آرت ها، یعنی درستن اینجا در مورد صحبت کردن در مورد یک همچین کانسپتی به نظر من همین فستیواله. من صحبت ها توی دو بخش تقسیم میکنم، یک قسمتی رو در موردش در مورد اینترنت آرت صحبت میکنم، یه قسمتی هم در مورد سایبر فرمنس صحبت میکنم. جاهایی هم که حالا اگر لازم باشه رفرنس میدم و تو اون رفرنس اعلام میکنم که خب اینجا مطالب بیشتری هست، میتونید برید سراغش. حتی دارم یه ویدیویی آماده میکنم که بعدا در اختیار شما قرار میدم که در پیج بذارید، که نمونه هایی از آثار، نمونه هایی از دهه 90 که چجوری که کلن این یه سیر سعودی و سیر پیشرفت این در حقیقت هنر رو بگه چجوری بوده. اینترنت آرت امروز ما خب همه اینستاگرام داریم، صبح تا شب داریم بالا پایین میکنیم و فیسبوک و همه شبکه‌های اجتماعیمون پر از عکس، پر از کارهایی که حالا ما با عنوان هنر میبینیمش، لایکشون میکنیم، گرافیتی میبینیم، عکسای خوب میبینیم، فوتو مونتاژ میبینیم. ولی آیا اینا به اینا میگن اینترنت آرت؟ و اصلا چرا اینترنت آرت رو ما ترجمه نمیکنیم؟ واقعتش اینه که اساسا به اینها نمیگن اینترنت آرت، یعنی چیزی که بخواد ویژوالایز بشه و بعد بخواد از طریق اینترنت فقط دیستریبیوت بشه بهش نمیگن اینترنت آرت. اینترنت آرت اون هنریه که بتونه از اینترنت به عنوان یک میدیوم استفاده بکنه و بعد از اینکه یعنی خود اون کانسپت و سوژه اینترنت یک عاملی باشه برای خلق اون اثر هنری، برای پروسه اثر هنریش و غیره. پس یک بخش مهم توی اینترنت آرت اینه که ما بتونیم اینتراکشن داشته باشیم، یعنی بین ویور ما، مخاطب ما و در حقیقت کسی که داره اثر تولید میکنه ما بتونیم که یه اینتراکشنی رو داشته باشیم. البته که لزوماً این اتفاق همیشگی نخواهد بود، ممکنه یک اثری خاصه برای میدیوم اینترنت طراحی بشه و فقط بقیه تماشاگر اون باشن و هیچ کس اینتراکشن خاصی باهاش نداشته باشه. چیزی که مثلا توی این دو سه روز اخیر تو فستیوال شما و تو اجراها بوده، یعنی عموما اجراهایی بوده که صرفا من بینندش بودم و حالا فارغ از اینکه حالا توی این میدیوم قرار میگیره یا نه، ولی من صرفا بیننده اون بودم. من نمیتونستم با المان هایی که لایو اینستاگرام در اختیار من قرار میده بتونم اون اجرا رو هدایت بکنم. اما کلا بخش یه خورده گسترده میشه. ما بعد از الان به همه کسایی که دارم میبینم باید بگم که ما توی حوزه هنرهای جدید، توی نیو آرتس ها و توی حوزه های مثل اینترنت آرتس و پرفورمنس ها ناچاریم به این که یک سری از اطلاعات فنی داشته باشیم، اطلاعات جزئی از یا کلی از طراحی صفحات وب داشته باشیم، از برنامه‌نویسی داشته باشیم. به همین خاطر اگر من هر جایی یه سری اصطلاحات به کار میبرم، این اصطلاحات لازم برای اینه که ما در مورد این دو تا مفهوم صحبت بکنیم. یه چیزی هست بین وب بیس و یه چیزی داریم به نام اینترنت بیس. بین این دو تا خیلی تفاوت وجود داره، یعنی ما نمیتونیم بگیم که هر اثری که از طریق وب داره در حقیقت منتشر میشه یه اینترنت آرته. اگر اینطوری باشه پس ما میتونیم بگیم که گوگل سرچ ایمیجز گوگل میتونه یه دونه دیتای کاملا اینترنت آرت باشه، در حالی که اینطوری نیست. ما باید حتما به اینش دقت کنیم که میدیوم اون اینترنت باشه. اما از چه زمانی این شروع شد به شکل گیری؟ اگر بخوایم خیلی بریم عقب میشه دهه‌های 70 میلادی، زمانی که دوتا آرتیست که من در حقیقت دوتا آرتیست خیلی مهم تو این حوزه، ویرا فرانکل و بل کانادا، میان و یه بازی که ما تو بچگی انجام میدادیم که
استرینگ گیمه، میان و با دستمون با نخ یه شکلی رو در میاریم، آره میدیم به بغل، میدیم دقیقا. بعد اونو میان از طریق تلکنفرانس لایو برگزارش میکنن. دقت کنیم در چه سالی بوده، یعنی الان که عکساش رو میبینین شاید برای ما خیلی چیز ساده‌ای به نظر بیاد، ولی در اون سال میان اینو لایو برگزارش میکنن و این میشه یه فانیه. آره خیلی خیلی ایده خوبی بود برای که توی فستیوال اجرا بشه. من خیلی بهش فکر کردم که چجوری اونو باز اجرا کنن. بعد خب یه خورده شکل گرفت این قضیه، فهمیدن که خب ما میتونیم استفاده کنیم از این سری تکنولوژی و بخوایم که بیایم و یه سری در حتی یک بازی طراحی کنیم، لزوما نباید یه اتفاق خیلی گسترده باشه. خب اینترنت پیشرفت کرد، اگه یادت باشه ما چون خیلی اختصاصی نداریم، نسل ما زمانی بوده که زیاد سرچ انجین ها خیلی بزرگ و خیلی داشتن رشد میکردن. مثلا اون موقع گوگل نبوده، اگه یاد باشه آلتا ویستا زمان ما بوده و من یادمه که همش میرفتم آلتا ویستا مثلا سرچ میکردم برای اینکه بخوام منابعم دسترسی پیدا کنم. و همین آلتا ویستا یک نقطه خیلی مهمه در اینترنت آرت، چون وقتی که سرچ انجین ها میان دهه 90 رشد میکنن و شروع میکنن به در حقیقت پیشرفت، آرتیست ها میان حالا رجوع میکنن به سرچ انجین ها، میان میگن که حالا ما بیایم از اینا استفاده بکنیم، مثل اینکه الان ما داریم از سوشال مدیا استفاده میکنیم. اون موقع میان چیکار میکنن؟ مثلا یه سری آرتیست ها میان مثلا میان دیتا های آلتا ویستا رو جمع میکنن، یه کار خیلی خیلی مثلا زماندار عجیب و غریب، میان و مثلا یه اجرای خیلی معروفی انجام میشه به نام The Secret Lives of Numbers، اثر در حقیقت گولن لوین بوده که در حقیقت میاد پاپیولاریتی نامبرها رو از 1 تا 1 میلیون روی آلتا ویستا سرچ میکنه، دستجو میکنه، میره آدم ها بیشتر چه در حقیقت عددی رو سرچ کردن یا بیشتر با چه عددی کار میکردن و یه نمودار درست میکنه. آره خیلی کار عجیبی بوده. و یه نمودار درست میکنه، یه نمودار گرافیکی درست میکنه و توی سایتی آپلود میکنه و این میشه مثلا کارکرد اینترنت آرت در اون زمان. صرفا میگم ما اصلا نباید الان رو با اون زمان قیاس کنیم، اونجا صرفا استفاده کردن بوده از یک سری امکانات برای بیان یک سری ایده هایی که تو ذهن یک نفر بوده. تا اینجا ما رسیدیم به جایی که حالا اومدن و سرچ انجین ها خیلی رشد کردن، دیگه گوگل اومد و خیلی کار ما راحت کرد از این بابت. دیگه شروع شد یک سری اجراهایی که نقد میکردن سرچ انجین ها رو، یعنی مثل الان دوباره که ما داریم یک سری اجراها داریم که سوشال مدیا ها رو نقد میکنه، اون موقع هم اینجوری بود که یک سری آدم ها میومدن در حقیقت موتورهای جستجو رو نقد میکردن، میگفتن خب اینا دارن دیتا جمع میکنن، اینا دارن دیتا های ما رو میدوزن و اصلا دیالوگ ها اینطوری. یواش یواش که گذشت و جلوتر رفت، من هم واقعا یه سری آدم ها هستن که این صحبت رو میکنن. ببین دیگه معروف ترینش رو مثلا نوح حریریه که داره میگه که آقا مثلا دیتا بانکینگ و دیتا مثلا ریز فلان این چیزا میتونه ما رو خیلی داغونمون بکنه. ببخشید واسه صحبت نه قطع کن، هر جایی که فکر میکنی یه چیزی، یعنی قطعم که من مشکل ندارم کلا. برای بعد ظهور شبکه اجتماعی اومد، اگه یاد بشه اون موقع مثلا مای اسپیس بود و مثلا یه سری اکانت های اینطوری که هی اینا پیشرفت کرد پیشرفت کرد پیشرفت کرد و مثلا فلیکر اومد که هر کسی میتونست عکسای خودش رو تو اکانت خودش بذاره قبل از اینستاگرام و اینا شروع شد. دوباره یه سری ایده ها به وجود اومد برای اینکه ما بتونیم از دیتا هایی که از کاربرا میگیریم، از اون کاری که دارن تو اینستاگرام میکنن، هنر تولید کنیم. ببین الان داریم میرسیم یواش یواش به اینجایی که این فستیوالی که الان داریم داخلش یه تاک برگزار میکنیم دقیقا داره همون کار رو میکنه، دقیقا داره از یک بستری که اینستاگرام داره فراهم میکنه داره استفاده میکنه برای بیان یک ایده های هنری که داره. خب یعنی مثال واضح اینترنت آرت رو الان ما داریم تو همین گفتگومون داریم میبینیم. اساسا این دقیقا تا اینجا. حالا میرسیم به این که خب اینترنت آرت خیلی واژه سختی بود، کلمش نت آرت، یعنی گفتن به اینا میگیم نت آرت و نت آرت سینونیم اینترنت آرت. یکی از مهمترین منابعی که الان من دارم باهاش صحبت میکنم و هست الان موجود هست، یه کتابی هست به نام در حقیقت به آلمانی میشه نت کونس، همین نت آرت، همون این نت آرت دیگه.
آره آره نت آرت دقیقاً. و در حقیقت که من حالا بعداً به صورت مفصل اینا رو به صورت گرافیکی میذارم و همه میتونن، حالا من پی دی افش رو پیدا نکردم و اگه پیدا بکنم میذارم که بچه‌ها استفاده بکنن اگه میخوان بخونن. در حقیقت اومدن گفتن که مثلا تو اون کتاب معرفی میکنه، میگه ما اگر داریم از اینترنت استفاده میکنیم بعد از یک میدیوم اینترنت استفاده بکنیم. برای مثلا سپر تو میگه من یه تر میدی، میگی من میخوام علی اینو بگم اینو بگم این کارو بکنم، من میگم ببین سپر میدیوم تو اشتباه داری انتخاب میکنی، میدیوم تئاتر نیست، میدیوم سینماست، با سینما بهتر میتونی اینو بگی. خب در حقیقت این میشه که من وقتی یه طرح و ایده دارم از اینترنت به عنوان بیس میدیوم اون استفاده بکنم. اینترنت ها مهمترین چیزش اینه، اینکه تو بستر دیگه ای نشه ازش استفاده بکنم، یعنی هیچ چیز دیگه ای نشه که مثلا تو اونو توی ویدیو آرت یا روی یه پلتفرم دیگه نتونم مثلا اجراش بکنم، فقط اینترنت باشه که بشه اون امکاناتی که اینترنت به من میده باعث بشه اون اجرای شکل بگیره. بخش بسن صحبت یه ذره دیگه دوربین تو به سمت پایین میاری چون یه ذره ما بالا آره الان خیلی خوب شد، یه ذره دوباره همون اولیه شد. ببین من وای نمیستم، من نمیدونم چرا به چه دلیلی. خب خوبه آره الان دوباره افتادش، یعنی این چند شبه ما اصولا هی داریم سعی میکنیم، اینم جز این مظاهر این فستیوال است، ماجرای فستیوال یاد میگیریم که چجوری گوشی رو بذاریم. ببین من گوشیمو ست کرده بودم اون در حقیقت افقی روی پایه‌ای که دیدی قبلش تو واتساپ با هم گپ زدیم، ولی مجبور شدم الان اون نمیتونیم در حقیقت عمودی قرارش بدیم، اون پایه قرار نمیگیره. من نمیدونم الان چی جوریه تصویر، من تصویرمو ندارم بخاطر همین نمیتونم ببینم. من دارم میبینم همچنان یه ذره بالای تا ولی الان اوکیه. آره پس یه ذره آره دانش کن. خب الان نظرم اوکیه، الان صحبتم خب ببخشید بگو. آره بعد حالا پس این میشه، بعد یه منتقد آلمانی میاد این وسط و خیلی اثرگذار میشه. این اسما رو اگر من میگم اسمای مهمیه، چون من معتقدم بچه‌ای که دارن این 58 نفری که دارن میبینن باید برن، این من فقط یه دیتا یه سرنخ بهشون میدم، اینا باید برن بخونن در موردش که ببینن چطور میتونن استفاده کنن از اون منابع تئوریکال و تو عمل بیارنش. که در حقیقت تیلمان بامگرتل که خیلی همون کتاب معروف نت آرت رو نوشته، میاد و المان‌هایی که ویژگی‌هایی که بایستی یه اینترنت آرت یا نت آرت داشته باشه رو میگه و بررسیش میکنه و میشمارتشون تو اون کتاب و در فصل‌های مختلف توضیحشون میده. من فقط اونا رو در حقیقت میخونم از رو که، ولی خواهد کدومشون یه چند فصل کتابه یاد خیلی مفصلا روش صحبت بشه. میگه هنری به هنری میگن نت آرت که در حقیقت نت آرت که کانکتیویتی داشته باشه، یعنی اتصال برقرار کنه بین تماشاگر و بین اجراگر، یعنی اجراگر صرف نباشه. اگر تو فقط داری جلوی یک دوربین اجرا میکنی، لزوماً این که فقط من بیام تاترت رو روی پلتفرم لایو اینستا ببینم این نمیشه اینترنت آرت، این دقیقا داری تو فقط یه جای دیگه داری پابلیشش میکنی. ویژگی دیگه گلوبال ریچه، در حقیقت میگه باعث همه مردم دنیا بتونن به اون دسترسی پیدا بکنن. گلوبال ریچ یکی از اتفاقایی که مثلا توی فستیوال داره میفته، مثلا همه تقریبا همه کسی که اینترنت داشته باشه و اینستاگرام داشته باشه میتونه اجرا رو لایو ببینه. بعد واسه صحبتت یه کاری که ما کردیم با خیلی وقتی چون یه گروه کیوریشن بین‌المللی هم داریم، بحثی که کردیم ما توی همه پوسترامون و پستامون و پست‌های فیسبوکمون تایم زون‌های مختلف دنیا رو می‌ذاریم و تایمایی که در نظر گرفتیم برای همین صحبت تو یا مثلا اجراهایی که میشه اینه که گفتیم آقا یه تایمایی باشه که مثلا 4 تا 3 تا حداقل تایم زون رو پوشش بده که از همه جای دنیا بتونن ببینن، اون همبستگی رو برسونه. دقیقاً خیلی میگم این مهمه. و دیگری مالتی میدیالیتی، یعنی چند رسانه‌ای بودنش، که باز هم میگم مثلا این مهمه که من بتونم مثلا فرض کن من گیتارمو بیارم و مثلا یه کسی جلوی لایو یه اجرا داشته باشم، توی اجرای شما یه کسایی بتونن بیان توی کامنت به من نوت بدن و من نوت اونا رو بدم بازم. خب این میشه یه اجرا، خب اجرایی که در لحظه داره خلق میشه، در اجرایی که در حقیقت مالتی میدیاست، گلوبال ریچ، کانکتیویتی، یعنی سه تا اصل رو داره. و این ماتریالیتی یعنی در حقیقت غیر مادی باشه، یعنی چیزی نباشه که ما بتونیم در حقیقت
حالا خیلی مبحثش گسترده میشه، اینتراکتیویتی داشته باشه، تعامل داشته باشه و ایگالیتی یعنی اصالت داشته باشه، که اینا در حقیقت ما این از ویژگی های اینترنت آرته که هر کدوم از اینها رو نداشته باشه ما میتونیم روی اون که اون اینترنت آرت هست یا نه بحث کنیم و بگیم درسته یا غلطه. تو همین سالایی که داریم در موردش حرف میزنیم، زمانی که ایمیل به وجود میاد، یه پروژه ای راه میشه به نام مایلیا، MAILIA، که حالا من اینا رو سعی میکنم با عکس بعدم بهتون بدم که بچه ها راحت تر بتونن جستجو کنن، که یه آرت جدید میاد به نام اسپم آرت و ایمیل آرت و خیلی عجیبه دیگه. اصلا میان یک سری آرتیست جمع میشن، یه هوش مصنوعی خیلی ساده‌ای رو طراحی میکنن و با آدم‌های حالا به صورت رندوم انتخاب شدن شروع میکنن باهاشون بهشون ایمیل پیش‌فرض دادن، اونا جواب میدن و اینا یه هوش مصنوعی داره به اینا جواب میده، یعنی یه دیالوگ شکل میگیره، دیالوگ خیلی ساده زدن در اون زمان و میان و تمام این اسپم ایمیل ها، تمام این ایمیل ها رو چاپ میکنن و میشه فکر کنم تو موزه ویتنیه که کتابش مثلا شاید میشه گفت دو تا سالونه، یعنی انقدر زیاده که پرینت شده های یه همچین اتفاقی. چه داری میگی؟ برای دهه 90 زمانی که ایمیل خیلی جدی به وجود میاد در همون زمان ها، یا اصلا یه پروژه را میشه به نام جودو JODI که مثلا دو تا آرتیست میان در حقیقت اینو اجراش میکنن، اینا میان میگن که هکرها آرتیستن، هکرها میخوان نفوذ کنن به یه قلب یک سیستم حالا کامپیوتری، ما آرتیست ها میخوایم نفوذ کنیم به قلب انسان ها. پس میان با توجه به کدی که می نویسن و یه سری آرتیستن که کد نویسی بلدن، شروع میکنن یه سری پلتفرم طراحی کردن که هر کسی می اومد داخلش هک میشد و شروع میکرد یه سری دیتاهای اونا رندوم گرفتن و چاپ کردن. یعنی خیلی چیز به نظرم باحالی بوده در زمان خودش، خیلی چیز قابل تعملیه، خیلی 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 به نظرم خیلی اون زمان هوش بالایی میخواست. یعنی ما الان اگر این همه پلتفرم داریم کلی از این کارا میتونیم بکنیم ولی این شغل نمیکنیمش. این تا اینجا، یعنی تا اینترنت آرت رو ما تا اینجا میاریم، خب خیلی گستره تر میشه، یعنی با توجه به اینکه حالا تو اون کتاب چی هست نمونه های مفصلی داره و غیره، این که ما تو ایران چرا باید یادش بگیریم اینه که به نظر من ما تو ایران یه موزلی که الان داریم به خاطر مسائل اقتصادی، تولید اثر هنری خیلی گرونه و طبیعتاً پابلیشش هم پابلیش راحتی نیست، چون ما کلی مصیبت داریم واسه دور زدن، واسه سالن گرفتن، واسه فیلم، واسه اکران گرفتن و غیره. این خیلی آشنایی با مفاهیم اینترنت آرت از سایبرفرمس که بعد میگم به ما کمک میکنه که بتونیم ایده هایی که داریم رو همه رو بتونیم توی بستری که خودمون میسازیم و خیلی هم هزینه بر نیست بتونیم اجراش رو کنیم. برای مثال من میتونم الان اجرای خودم رو، ایده‌ای که تو ذهنم رو با توسط لایو اینستاگرام و با توجه به فستیوال شما بیام اجرا کنم. طبیعتاً یه همچین موقعیتی برای من خیلی سخت خواهد بود تا توی صف سالن مولوی وایستم که بتونم پر کنم سالن کوچیک‌تر رو یا سالن بزرگ‌تر رو. می‌دونی، یعنی دارم میگم این برای ما که حالا یه خورده شرایطمون پیچیده است، واقعاً یادگیری همچین چیزهای مفاهیمش، اصولش، کارکردش خیلی مهمه و باید به نظر من باش نسبتش آگاه بشیم. میان یه خورده در مورد پلتفرم ها من صحبت بکنم، چون فکر میکنم مثلا چیزی که زیاد در موردش گفته نشده حداقل. من یه پاز میدم اگر سوالی داری بپرس و گفتگویی داریم تا بعد برم تو اون کامنت ها رو باز بکنم. همین الان مثلا یه 5 دقیقه بذاریم که چون من تو نشسته قبلیمونم ما یه جا اون وسط کار پاز میدادیم برای کامنت یه جا آخرش. کسایی که میبینن 57 نفر الان شد 62 نفر یهو ناگهانی، چقدر جذاب. سوالی از علی فیروزشنگ داریم تو حوزه که داشتی صحبت میکردش که تایبر فورمنس و در واقع حالا اینترنت آرت که صحبت کردش کرد یعنی 90 را افتاد از دهه 70 گفتی علی تعلی دیگه جرقه هاش بوده ماجره ها از دهه 70. سوالی ببین حالا تا یه سوال بعدی بیادش، یه سوالی بیادش، الان در مورد ایران گفتی و اینکه تولید اثر هنری تو ایران گرونه و یه همچین جایی خب میتونه یه پلتفرم مناسبی باشه واسه اینکه آرتیست‌ها بیان
روش کار بکنن، کما که ما خیلی هم داریم، خیلی از این دوستانی که از بچه خودمون تئاتری هم هستن که حالا به واسطه استعدادی که داشتن یا توانایی که داشتن، حالا بگیم تالنت، در واقع تالنت هایی که داشتن، یه سری پیجاشون تبدیل شده به سلبریتی، یه سری فعالیت کردن، این فعالیتاشون فعالیت های تئاتری، لزوما آداپته به قول تو نشده برای فضای اینترنت، ولی تو نمونه ای داری به ما از آرتیست های خارجی نشون بدی یا مثلا اینستاگراماشون رو نشون بدی که یه جوری مثلا آداپته شده برای اون فضاه که از اون طریق شدن سلبریتی؟ ببین اصولا یه خورده مخالفه با سلبریتی شدن این جریان، یعنی سلبریتی به معنای سلبریتی که معنی لغوی سلبریتی نداریم. خب من الان تصویر تو رو هم ندارم. تصویر منم تصویر خودمو ندارم. آه دوربین رفته برعکس شده، دوربین تو برعکس کرده. متوجه شدم ولی چرا نمیدونم. ببخشید. ببین من دارم کامنت ها رو هم میخونم و در حقیقت حالا جوابشون رو میدم. ببین سلبریتی به اون معنا نخواهیم داشت هیچ وقت تو این زمینه، یعنی سلبریتی به معنای عامی که ما همه بشناسنش. خب کلا هنرهای آلترناتیو همچین اتفاقی واسهشون میفته. ببین ما تو بگم که یعنی این یه سری از این بچه‌ها که اومدن یهو معروف شدن و خیلی تبدیل شدن به سلبریتی به قول ایرانی‌ها، به قول خودمون، این کاری رو که تو میگی رو انجام دادن، ولی لزوما آداپتش نکردن با اون سیستمی که تو میگی برای اینترنت آرت. یعنی من نمونه مثال میذارم از ایران. خب مثلا من تئاتر آخر خانم توسی نژاد رو دیدم. خب نم دیدی یا نه؟ خب مثلا اون یه آنلاین پرفورمنس، یه اینترنت آرت اینتراکشن اصلا نداره. خب یعنی ما یعنی این که یه در حقیقت تصاویر لایو رو روی توی سالن تاچ بذاریم، اصولا این ما رو نمیبره سمت اینکه یه اینتراکشن ایجاد بکنه. خب اون اینتراکشن مهمه به خاطر اینکه یکی از ویژگی های این مدیومه. اگه میتونه میره تو دسته آنلاین پرفورمنس ها قرار میگیره و در حقیقت تو آنلاین پرفورمنس ها باعث میشه که ما کلی از این اتفاقات داشته باشیم، کلی آرتیست داشته باشیم. من یه سری نمونه جدا کردم، یه ویدیویی حالا دارم سعی میکنم زود تدوینش کنم که آرتیست های البته غیر ایرانی نیستن، طبیعتا ما زیاد تو ایران همچین حوزه قوی نیست، آرتیست های خارجی تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، خیلی هم جوونن. مثلا یادمه که تو دانشگاه اشتوتگارت یه سری بچهای سینما اومدن یه فیلمی ساختن که تو از طریق یه وبسایتی میتونستی اونو آنلاین تدوین کنی. چرا خیلی باحال. یعنی مثلا فیلمایی که مثلا چند شاخه داشته و تو میتونستی با اسپیس و یک کلید دیگه هر وقت خوش کلیک کنی از یه زاویه دیگه نگاه کنی به اون جریان. ولی آره این اتفاق میفته. اما تو صحبت میکنی، من داشتم سوال دارم، همینطور که تو صحبت میکنی سوالا رو نگاه میکنم. من سوالا همشون نبوده، منبع. من دوتا منبع معرفی میکنم ببین اصلا نباید دنبال ترجمه خیلی جدی تو این حوزه باشید. ما در پرفورمنس آرت هم منبع جدی ترجمه نداریم. یه منبع هست که نام نمیبرم که اصلا خوب نیست، ولی کلن آره و اینکه کلا خب نداریم چیز جدیدیه، اصولا از آکادمی که ما خیلی جدید عمل نمیکنه، خیلی پشت به روز نمیکنه. بخاطر همین اگه قراره تو این حوزه کار بکنی باید بدونید که برید تو حوزه تو این سایت تا بگردید، منابع انگلیسی دانلود کنید. مثلا من یکی از منابعی که حالا بهش میرسم بعدمش توضیح میدم، تز در واقع فوق لیسانس یه آرتیست نیوزلندیه که من حالا تونستم پیداش بکنم، حالا دارم میخونمش، صبح تا شب درگیرشم که دارم میبینم که اون داره چه کاری انجام میده و داره چی کارهایی انجام داده و دقیقا مفاهیمی که داره تولید میکنه. ما تو ایران اصلا هیچ، من جدیدن دارم میبینم دو سه تا داره پایان نامه تو این حوزه ها کار میشه، خیلی خیلی جدیدن. ولی آره دو تا منبع معرفی میکنم، منابع رو حالا به صورت خیلی درست همون نوشته شده و تایپ شده می نویسن در اختیار بچه‌ها قرار میدم، حالا توی استوری میذارن، توی حالا پست میذارن و غیره، حالا میتونید به اون رجوع کنید. یه سری منابع هم دارم که اونا هم پی دی اف، حالا میتونم هر کی خواست برای هر کسی که ایمیل بده براش بفرستم و بخونه، مشکلی از ما بعد نیست. پس آره تا اینجا شد این اینترنت آرت. اینترنت آرت میشه داریم کاری که حالا ما میکنیم، همین گفتگویی که الان داریم و داریم پیش میبرمش. حالا یه اینترنت آرت کلی زی مجموعه داره، ما دو سه تاشو گفتیم، اسپم آرت، ایمیل آرت و غیره.
حتی تا حدودی گلیچ آرت هم میره توی زمینه اینترنت آرت قرار میگیره، حالا بخوره بحثش گستره تره. ولی حالا میرسیم به سایبر فرمنس. سایبر فرمنس در واقع ترکیبی از سایبر اسپیس به ازای پرفورمنس، یعنی اون این نمیشه اون سایبر اسپیس بودنش رو فاکتور گرفت. به همین خاطر مثلا یک سری آدم ها اومدن در دانشگاه مختلف دنیا یه سری پلتفرم طراحی کردن، پلتفرم ها کاملا اوپن سورس، میتونید برید الان دانلودشون کنید، استفاده کنید، کداشو عوض کنید و غیره. یه سری پلتفرم بهتون میدن، مثلا یه پلتفرم خیلی معروف آپستیج. وقتی آپستیج گوگل کنید اولین سایتی که میاد این آپستیج میاد داخلش و یه پلتفرم دیولپر داره، همه چی داره، دانلودش میکنید و توش میتونید به عنوان کاراکتر اواتار قرار بدید، نورپردازی کنید و بعد دیالوگ بذارید. مهمترین قسمتش اینتراکشنه، یعنی اون بخش لایو چت قضیه مهمه که یعنی مخاطبا در لحظه میتونن لایو چت داشته باشن و بتونن گفتگو کنن هم با هم هم با بازیگر. حالا فرض کن من الان یه تاتری دارم مینویسم که مثل بازی، نمیدونم چقدر اهل ویدیو گیمینگ، یه بازی اخیراً اومده به نام دیترویت بیکام هیومن، اخیراً که یک سال اومده حالا، ولی دیوید کیج ساختتش، که این اومده مثلا بر اساس الگوهای انتخاب من مسیر بازی رو تغییر میده، مثل هیوی رین که بازی قبلیش بوده. مثلا ما میتونیم بورد گیم هایی که از قدیم بودن دیگه، مثل بورد گیم های کوآپ مثلا دی اندی توری که از قدیم بودن که بیست آن دیسیژن شرکت کننده بوده. دقیقا. بعد میاد چه اتفاقی میفته؟ مثلا ما تو اون پلتفرم آپستیج من تو میتونیم یه اجرای طراحی کنیم کاملا اینتراکتیوه، یعنی مخاطب بتونه لایو چت به من بگه بازیگر چه تصمیمی بگیره. چقدر خفن. آره این چقدر جذابه، گفتنش هم جذابه، این چقدر اجراش. و آپ استیج و مثل سکند لایف اینا همه یه پروژه های اوپن سورس هستند که توی دانشگاه‌های مختلف دنیا طراحی شدن، رایگان در اختیار همه قرار دادن. حالا ببین ما امروزه خیلی راحت تره واسمون، یعنی اینا همه دهه‌های 90 و تولید شدن و خب شاید الان یه خورده واسه ما از گرافیک قوی نباشن، ولی الان ما خیلی ساده تره، یعنی ما الان انقدر راحت میتونیم با تکنولوژی چیزهای جدید خلق کنیم که حساب نداره. مثلا من میدونم که یه پروژه اوپن سورسی داره در دانشگاه کالتک کار میشه که دقیقا همینه، که حالا اونجا اواتارها خیلی جدیدترن، همه خیلی واضح‌تره و داره با میکس ریالیتی کار میکنه، یعنی کلا دیگه داره میره توی حوزه‌های دیگه قرار میگیره. پس در حقیقت سایبر پرفورمنس اون بحث سایبر اسپیسش مهمه، یعنی فضای سایبری باشه، که حالا در حقیقت بخوام یه تعریف خیلی یه جمله فارسی خیلی بد بهش ارائه بکنیم، یه اجرای تئاترگونه است که مخاطب ها میتونن در حقیقت همزمان به صورت لایو تاثیر بذارن توی اجرا و میتونن گفتگو کنن و غیره. در حقیقت خیلی این تو پرفورمنس آرت خیلی اومده، یعنی ما پرفورمنس آرت رو مجبور الان یه تعریف بکنم. پرفورمنس آرت رو خیلی نمیشه تو چارچوب قرارش داد مثل همه هنرهای جدید دیگه، ولی خب هنریه که چهار تا ویژگی اصلی داره: بدن آرتیست، زمان، مکان و در حقیقت اون فضایی که ساخته میشه. الان توی آنلاین پرفورمنس ها داره، سایبر پرفورمنس ها داره، در حقیقت اتفاقی میفته اینه که اون تغییر میکنه. من یه فستیوالی داشتم همین مرداد ماه به نام بنبست که خانم پگاه توسی نژاد یکی از در حقیقت آرتیست های اون مجموعه بود که یه اجرای طراحی کرده بود که خودش رفته بود اجرا داخل یه گالری نمایش داده میشد، خودش رفته بود و در فرمانیه و طریق لایو مردم تصویرش رو میدیدن و میتونستن بهش بگن چی کار بکنه، انگار کاراکتر یه بازی بود، مردم میتونستن بهش بگن برو چپ، برو راست، حالا برو با این آدم حرف بزن، سینه خیز برو، ایکس، ایگرگ، زد، و حالا به اطور محدودیت رایی که داشتیم هر جا که خودش میتونست اونا رو گیم آور میکرد. و خب این اون پرفورمنس معروف آبراموویچ بودش که حالا نسخه الکترونیکیش بود، یه پرفورمنس معروفی هستش از آبراموویچ که خیلی یه زمانی همه جا فرستادنش که این مارین آبراموویچ خودش اومده رو صندلی گذاشته در اختیار و این ماجره ها. این حالا بگیم نسخه به قول تو حالا سایبر شده آره. اجرای اسمش از ریتم صفر برای آباویش. آره خیلی اجرای به شدت عجیبیه. پس سرقه سایبر پرفورمنس ها میشن یا همه چی آنلاینه و مخاطبای من آنلاین هست، یا مثل اون مثالی که من زدم از اجرای خانم تصمیم اجرای اینطوری که در یه گالریه و آدم ها میتونن به صورت سلکتیو تأثیر بذارن توی اجرا
یعنی مسیر اجرا رو عوض بکنن. ما در حقیقت اینجا میرسیم به این منبع مهم. یه خانومی به نام هلن والی جیمیسون که یک توی نیوزلند بوده و تز ارشد و تز دکتراش تو حوزه سایبر فرمنس بوده، میاد و در این حوزه خیلی کار میکنه، یک به نظر زندگیشو وقف این حوزه میکنه و کلی مقاله داره. بچه هایی که حالا دانشجوان میتونن برن مقالاتش رو دانلود بکنن و بخونن و ببینن. میاد و در حقیقت یه جمله طلایی داره توی ابتدای تزش، میگه سایبر فرمنس مثل تمام مدیاهای هنری دیگه که تولید میشن داره سعی میکنه که به زمان خودش نزدیک بشه برای بیان اون چیزی که هنرمند داره و نسبت به زمان خودش بره جلو. ببین واقعیتش هم داره همین اتفاق میفته و ما نمیتونیم بگیم که اثرگذاری مدیاها، اصلا نمیتونیم اینو فاکتور بگیریم. مثل اصلا آبرامویش مثال زدی، آبرامویش یه مثال یه پرفورمنس داره به نام ریلیشن این تایم که با اولای پشت به هم میشینن و موهاشون رو گره میزنن. خب و ایدهش این بوده که مو تنها عضوی از بدنه که هیچ سلول حسی نداره و ما میتونیم با این حس برقرار کنیم. ببین کات چندین دو دهه دو نیم دهه بعد یه فیلمی ساخته میشه به نام اواتار. خب که اگه یاد بشه تو اواتار آدم‌ها با موهاشون به هم با هم ارتباط میگرفتن و دقیقاً جیمز کامرون میگه که من از اجرا با ویش به این رسیدم. خب یعنی در حقیقت ما داریم اگه در مورد سایبر فرم مثلا حرف میزنیم که یک مدیای فوق العاده جدیده و داریم در مورد این حرف میزنیم که این مدیا رو یاد بگیریم اگر تو خودش استفاده کنیم که خیلی عالیه، اگر نه بتونیم حتی تو اون فضایی که داریم کار میکنیم ازش استفاده بکنیم. یعنی اگر داریم تو سینما تحصیل میکنیم فیلمی بسازیم که بتونه مثل فیلمایی که الان داره ساخته میشه، یه جشنواره ای هست میتونن سرچش کنن، اینتراکتیو ویدیو فستیوال، تمام ویدیوها تمامش همش با انتخاب ویور و انتخاب مخاطب ها داره داریم یه جلو خط داستانی، اصلا ما داریم ما داریم میگیم که چی کار کنه اون کاراکتر. یعنی این آره خیلی خیلی فیلمای عجیب و خیلی فیلمای خیلی اصلا درجه یکن. مثلا این سایبر فرمنس این واژه برای این خلق شد که این خانم هلن والی اومده بود داشت تحقیق میکرد، میگفت مثلا نمیتونم واسه این کلمه پیدا کنم، نمیخوام بگم ویرچوال ریالیتی، نمیخوام بگم چه میدونم مثلا آنلاین غیر آنلاین، یه واژه‌ای در ساخت به نام سایبر فرمنس و اون سایبر فرمنس اساسا شکل گرفت از تز این خانم، تز ارشد این خانم بوده که شکل گرفته و شروع میشه دیگه، کلی اجراها میاد، کلی اجراهایی که تو بستر یه پلتفرمایی بودن، یه عده میشستن برنامه‌نویسی میکردن، یه سالن میساختن و همه رو دعوت میکردن تو سالن، دقیقاً کاری که الان داره این فستیوال میکنه. ببین الان ما اگر لایو اینسا نبود بعد یه پلتفرم میساختیم همه رو لینک میکردیم به اونجا میومدن، دقیقاً همین اتفاق اون دهه میفته، همه میان توی اون ساعت مقرر میان داخل اون سالن قرار میگیرن و یه اینتراکشنی بینشون قرار میگیره، داستانی گفته میشه و میره جلو. این خیلی از این وقت جالبه و کلی فستیوال اتفاق میفته. فستیوال مثلا لو لایفز که حالا یه اشاره هم داره به یه ترم روانشناسی که به آدمایی میگن که دک نمیشن اللحاظ مورالیتی با آدم های جامعه فرق دارن و غیره، مثلا این فستیوال کلا میشه همین رو سرش کنن اولین لینکی که میاد همینه، کلا فستیوال سایبر فرمنس توی این حوزه قرار میگیره. یا مثلا فستیوال های دیگه مثل سکند فرانت که اواتار بیسه، تمام آدم هایی که در تو فستیوالن منشه اواتارشون قرار گرفته و داره اجرا میکنه. خیلی جذابه. حتی میتونه از چیز، یعنی الان که اینو داری میگی چیزی که داره به ذهن من میرسه مثلا کارنوال معروفه، حالا کارنوال معروف آلمانه، کارنوال که کل آلمان رو داریم، کارنوال برزیل رو داریم، یا اصلا قدیمی تر از اون بریم مثلا سنت کارنوال از این میادش که ماسک میزدن و بدون اینکه کسی بشناستشون میرفتن، بعدها تبدیل شد به بال ماسکه حالا توی قرن 17 و 18. این میتونه حتی از این همون، چون این آواتارا که در بود داره میادش یه جوریه که آقا من میخوام از خودم جدا بشم و یک آدم دیگه ای باشم با اون کاراکتر. دقیقاً اصلا یکی از مباحث جدی تو این حوزه این هویت دوگانه است. یعنی این هویت دوگانه که آرتیست میگیره خودش میشه یه ترم جدی برای بررسی که ما بشیم بگیم که این هویت داره چیکار میکنه الان، این هویت مجازیه یا هویت واقعیش چقدر تفاوت داره، اصلا آرتیست چرا اینو انتخاب کرده، اینقدر مباحثشون گسترده و به نظر من معرکه است که حالا من میگم وقت کنم تمامشو حالا پی دی اف هاشو همینا رو جمع دارن میتونم بفرستم برای کی دوست داشت. این هی میره جلوتر، امروزه دیگه سپر ما با میکس ریالیتی درگیریم، با
در حقیقت آگومنت ریالیتی ها درگیریم و وی آر درگیریم. یعنی دیگه ما دنبال یه پلتفرمی مثل آپ استیج نیستیم که یه پلتفرم 3D خیلی ساده ما بده. داریم هر روزه با یه چیز جدید روبرو میشیم که اینا دارن به ما یاد میدن که خب این تکنولوژی هست. همین الان اگه بچه‌ها سرچ کنن مثلا میکس ریالیتی پرفورمنس آرت، کلی پرفورمنس آرت تو حوزه قرار میگیره که با میکس ریالیتی و تکنولوژی میکس ریالیتی ساخته شده. و یعنی حتی یه فستیوالی هست که آدما با گوشی‌هاشون میرن داخل و ای آر گوشی باز میشه و یه اپلیکیشنه و کل فستیوال رو تو ای آر میبینن. اصلا یه اتفاق عجیبی میگم، انقدر این سرعتش داره میره بالا که ما باید بدونیم که اون پلتفرمی که داریم استفاده میکنیم و اون زمانی که داخلش هستیم داره چه امکاناتی به ما میده. من یه چیزی در مورد این فستیوال حالا میگم، حالا تو میتونی اینجا با من وارد گفتگو بشی. اینکه الان لایو اینستاس و به ما چه امکاناتی داره میده؟ امکانه داره کامنت میده، امکانه این میده که من بتونم اد کنم یه نفر رو بهش، و امکان استیکر میده، امکان نمیدونم امکان هر اینا واسه تو اجرا استفاده بشن. من میگم که هر چیز و اون پروس و اون مهمترین قسمتش اون لایو بودنه اثر داشته باشه. خب یعنی من فکر نکنم که این اجرا اگر لایو هم نبود ویدیوشو میدیدم تفاوتی ایجاد نمیکرد. خب یعنی این پروسه زنده بودنه خیلی اهمیت داره. یعنی من و تو الان داریم یه تاکی انجام میدیم که این میتونه ضبط شده باشه و پخش بشه، تفاوت ایجاد نمیکنه. ولی اجرا هم همینه. یعنی ما اگر بتونیم در حقیقت استفاده بکنیم از ویژگی هایی که پلتفرم های جدید دارن به ما میدن و مثل همین اینستاگرام، مثل توییچ، مثل فیسبوک لایف، مثل یوتیوب لایف یا هزار تا از این امکانات اینطوری که امروز به ما داده، میتونیم از این بستر استفاده کنیم برای حرف زدن خودمون. واقعا مثلا ارزونیه. یعنی داشتن یه گوشی و داشتن یه اینترنت و یه اینستاگرام اصلا هزینه‌ای نداره و آدما میتونن به صورت خیلی جدی تولید کنن، یه اثر هنری تولید کنن. کلی آرتیست داریم مثلا که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن، من ناماشون حالا یه چند تاشون رو میذارم دوباره بهتون میدم، که دارن تو اصلا بستر اینترنت استفاده میکنن، بستر فضای مجازی استفاده میکنن و آرتیستای تقریبا حالا به نام یعنی نه اونقدر ولی خب دارن شک میگن چون بخیر جدیده یه همچین قضیه ای. من دغدغم تو فستیوال های این چینی مثل فستیوال شما اینه که در ابتدای اون زنده بودنه و اون لایف بودنه اثر داشته باشه. من از این خیلی مهمه. حالا من نمیدم اجراهای روزای بعد حالا میبینم همه رو دنبال میکنم، این که ببینم که خب این الان ما دو تا مورد تعریف کردیم، سایبر فرمنس رو تعریف کردیم و در حقیقت اینترنت آرت رو تعریف کردیم، ویژگی‌هاشون رو گفتیم، مثلا نمونه گفتیم، مثلا تاریخچه گفتیم، مثلا منبع گفتیم. خب این چه اثری می‌خواد داشته باشه؟ بعد یه جای اثرش رو ببینیم دیگه. بعد ببینیم که روزی که من فستیوال بنبست مثلا داشتم طراحی می‌کردم، یه سمت کارگاه گذاشتم و بچهای کارگاهمو گفتم که همتون بیاید در آخر خودتون یه اجرا برید. می‌خواستم ببینم واقعا اثر داره این حرفا، یه جایی داره اثر می‌ذاره یا نه. و دیدم که واقعیتش اینه که اگر آدمه بخواد دنبال یه قضیه بره و جستجو کنه، به نظر من خیلی میتونه فایده داشته باشه، میتونه کلی اجراهای بهتری ببینیم تو این حوزه. ببین ما واقعا الان من جز تئاتر نیما که یه نمونه ای از در حقیقت من آخرین تو کارش بود، سال پیش نیما یه کاری کرده شد، من الان میخواستم بگم که ای آر داشتش دیگه، اصلا دقیقا داشتش که علی کیمنش بازی میکرد تو سالن مستقل تهران بودش، مشاهدگرا با موبایل خودشون میتونستن اون صحنه رو ببینن دوباره. دقیقا ببین ما چقدر کمه، چقدر داریم انگشت شمار میشماریم آدمامونو، یعنی نه اینکه تازه اینا همه دور و بر خودمونن. و خوبی این فستیوال و این گفتگوها و این اجراها اینه که اینا زیاد بشه. یعنی حتی شده اگر اشتباه، حتی شده بعضی جا حتی خیلی تعاریف اون اجرا با تعاریف مدیوم یکی نشه، ولی بالاخره باید این اتفاق بیفته. ما الان لحاظ تایمی خیلی جلو نیست، خیلی 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 جلو نیستیم، خیلی عقب افتادیم از چیزی که الان تو دنیا داره تو اجراها شکل میگیره. یعنی من همین چند وقت پیش کاری دیدم از محمد مساوات، همین کار اخیرش بیگانه در خانه که از لایف مولتی لایف کست میکنه در واقع روی چیز. خب مثلا بعد من دیدم تو کل فضای مجازی کلی بحث شد که این اثر مثلا اینجا یه کس دیگه اجرا رفته، این کس اجرا رفته، بس من اینا نمیفهمم. خب کلا اصلا نمیدونم که خب ما اصلا
استفاده از دوربین در تئاتر یه پیشینه خیلی جدی داره و هر کسی میتونه استفاده کنه و اصلا بحثی نداریم باشه. توی اینترنت آرت هم اینه، ما اول بیایم بگیم خب اسلام اصلا مشکلی نداره، شما هر حتی باز اجرا کنید، یعنی من حتی موافق اینم که فستیوال باز اجرا داشته باشیم و کلی از اجراهای سایبر فرمنس اجرا رفته و امتحان پس داده رو دوباره بیام توی حالا مکان ایران و حالا ایران یه خورده تغییر دادن با توجه به شرطی که داریم اونا رو اجرا بریم. میدونی دارم میگم یه همچین اتفاقی برای من خیلی میتونه خوشحال کننده باشه، همونطوری که فستیوال شما واسه من خیلی خوشحال کننده بود. اولش که ایده شما من اصلا خم شگفت زده شدم، همون که خیلی خوشحال شدم داری همچین اتفاقی میفته. آره خیلی بر خودمون هم جذاب بود. ببین حالا یه سوالی تو این حوزه که داری صحبت میکنی، ببین در نظر بگی تو داری میگی که مثلا ما بیایم اینو بیشتر ترویج بدیم، آدما بیشتر آشنا بشن و فلان این ماجراها. خب اصلا این حوزه جدا که ما تئاترمون احتیاج داره که یه سری آدم باشن که اینها رو بیارن، مثل تو، مثل نیما دهخانی و اینا و کسایی که خب با این حوزه آشنایی دارن بتونن بیان حالا یا تحت عنوان کلاس یا ورکشاپ یا کارگاه برگزار بکنن، نمایش تولید بکنن این چیزا. ولی جدای از اینا، توی علی فیروزجنگ فکر میکنی چه حمایت های حالا دولتی و غیر دولتی میتونه از ترویج این اتفاق چیز بیفته، این ماجرا اتفاق بیفته؟ ببین خیلی شخصی باید جواب تو بدم، یعنی خیلی شخصی جوابم نسبت به ایده‌ای که تو این 10 سال کار تو فضای هنری ایران به دست آوردم. به نظر من کلن حمایت دولت رو اینو بذاریم کنار، نداریمش. به صورت خیلی جدی خیلی از آرتیستایی که دارن تو این حوزه کار میکنن نخواهند داشتش و فضا خیلی خوشبینانه نیست که داشته باشیمش. به نظر من اینکه چون ما یه فضای سپر تو تئاتر خوندی و خیلی کاملا آگاهی نسبت این قضیه، ما فضای محدودی برای پابلیش یک اثر نمایشی داریم. یعنی یه آرتیست جوونی که تازه فارغ التحصیل شده سالها باید پشت منتظر بمونه برای یک اجرا و شاید مثلا نتونه اون اجرا تو اون سالون بگیره. خب علی این مال ماجرا چند سال ایران نبودی بابا جدی ده. الان تو مثلا بخوای بری ایران شهر اجرا بری واقعا میمونی تو یک صف خیلی طولانی. درسته این حرف تو بسته به سالن درسته، ولی الان ببین چون حالا تا قبل از ماجرای کرونا ما شبی مثلا 150 تا تئاتر توی تهران داشتیم. این قضیه سالن‌های خصوصی رو داری حساب میکنی؟ خب من سالن‌های خصوصی ها با توجه به اینکه خب خیلی آگاه هم نسبت به بحث درآمدزاییشون، برای یک کسی که فارغ التحصیل تئاتر جوونه و میخواد کار بکنه خیلی واسهش منطقی نخواهد بود که همچین کاری بکنه. ولی به نظر من ایده اصلی اینه که فستیوال‌های اینچنین، من معتقدم مثل جاهای دیگه دنیا فستیوال های انقدر، حالا من اگر رادیکال اسمشو میذارم، نه معنی رادیکال فرمی، که دارن زیادتر شن. ببین ما داریم کشورهای دیگر میبینیم، مثلا تو آلمان تقریبا میتونم بگم که همه شهرها خیلی خیلی کوچیک فستیوال تئاتر خیلی کوچیک خیلی خوب دارن. خب یعنی بعد از اونجا آرتیست میتونه کلی فاند بگیره، کلی درآمدزایی کنه، بتونه اجراشو ببره یه سالن بزرگتر یا یه کاری بهتر بکنه. ببین راستش رو بخوای توی ایران من به نظر من اگر آرتیست ها یک کم با هم همدلتر باشن فضای آنلاین خیلی خوبه برای اینکه هم یه مافیای سالن خصوصی رو نابود بکنه، همین که به نظر من مخاطب خیلی باهاش روبرو تره، مخاطب بهتری هم سراغش میاد. یعنی الان با توجه به هزینه ها، ببین دولت رو بذاریم کنار، هیچ وقت نمیاد از تئاتر انقدر فرمگرا حمایت بکنه، میمونه مخاطب. در حقیقت من گیرم اصلا اینجا مخاطبه ما اگر بتونیم، الان فستیوال تو و در بچه ها نیما داره مخاطب تربیت میکنه، خب داره میگه ببین یه سری اجرا هستن اینا، این اجراها رو بدونید، پس اینا هم یک سری اجراهای خیلی خوب و خیلی جدی هم دارن حرفشون رو میزنن. اول من به نظرم قدم اول بعد مخاطب رو تربیت کنیم و بعد بریم سمت این که یواش یواش دیگه، ما چون واقعا فکر نمی کنم هیچ وقت دولت بیاد سالن بسازه، ما همین تعداد محدود رو داریم، یعنی هیتا آخرم همینا خواهند بود. سالن خصوصی ها رو میگم حساب نمی کنم چون واقعا شرط اقتصادیش برای دانشجو برای فوق التحصیل ساده تا اصلا امکان پذیر نیست. واقعاش اینه که به نظر من این میتونه کمک بکنه، یعنی اگر این فستیوال دوره دومش خیلی گپ نیفته بینش، یعنی
این دوره اولش تموم بشه و دوره دومش خیلی سریع‌تر شروع بشه که همین دو مخاطب رو نگه داره و بهش آموزش بده، به نظر من اتفاقی که میتونه خوب باشه. کلا من اعتقاد دارم به این که قشر روشن ما یه خورده ول شده، یعنی به نظر من اتفاقای اینچنینی جدی دارم میگم، یعنی به نظر من اتفاقای اینچنینی میتونه کمک بکنه به این که مخاطب‌های ما با یه سری مفاهیم جدید آشنا بشن. ببین واقعیتش اینه که من به چند تا از دوستان گفتم از این پیج اینستاگرام میتونید به اجرا ببینید، نمیدونستن. نمی‌دونن از اینستاگرام میشه اجرا ببینن. در حالی که از اینستاگرام میتونن لایوهای دیگر رو ببینن، مثلا اینکه کسی تو ماشین داره لایو میگیره که من چرا لایو میگیره، ولی مثلا داره اونا رو میبینه ولی نمیدونه که داره میتونه از اون اجرا ببینه. خب میتونه یه چیزایی رو بهش اضافه بکنه. این کمکاری ماهاست. اینو من بهش واقعا واقفم. ما یه جاهایی اونجایی که میتونستیم نتونستیم خیلی دیتا بدیم مخاطبمون و مخاطبمون ناخودآگاه رفت سمت آثاری که خب مطلوب نیستن و الان به نظرم بیشترین کمک رو همین آگاهسازی مخاطب میتونه بکنه، خصوصا تو ایران که میگم با توجه به شرایط اقتصادی بستر آنلاین میتونه خیلی کمک بکنه. وحشتناک الان ما تو سینمامون داره یه همچین اتفاقی میفته، یعنی ما فروش فیلمامون توی ویودی ها بعضن بیشتر از فروش میشه، یعنی فروش معمولیش میشه، یعنی نشون میده مردم هم عادت کردن به این قضیه. مثلا دیروز بود یا پریروز هم بود شنیدم که فیلم جدید حاتمی کیا قرار اصلا رو ویودی اکران عموم بشه. حالا جدا از این حرفا یه ذره دور شدیم راجع به روز تئاتر شدیم که برای من خیلی جذابه به شخصه به عنوان کسی که تو این حوزه کار میکنه، تو حوزه مدیریت تئاتر و اینا. ولی یه سوالی که من دارم، سوال شخصی خودمه، بعد از این فکرام کامنت ها رو باز بکنیم کم کم در دقیقه به 9 که ببینیم سوالی کسی داره. به من یه اجرایی دیدم، اولا که می‌خواستم ازت بخوام که مثال اگه در حوزه مثلا گروه، که مثلا وقتی داریم راجع به تئاتر پست تروماتیک صحبت می‌کنیم میگیم آقا مثلا بوستر گروپ هستش، فورس انترتینمنت توی انگلیس هستش و فلان و اینا، حالا توی این حوزه سایبر پرفورمنس و اینترنت نت که داری میگی، اگه گروه خاصی هستش که خودت می‌شناسیشون یا کاراشون رو دیدی و فکر می‌کنی که جذاب و میتونه کمک بکنه، آگاهی بخش باشه به مخاطب ما، اون چیزی که خودت گفتی اونا رو بگی که خیلی خفن میشه. ببین من دو تا فستیوال معرفی کردم همینجا فراموش نکنم چون من فراموش کردم، که یکی گفتم در حقیقت لو لایوز و یکی هم سکند فرانت. وقتی داخلشون بری و یه سایتی هست به نام cyberformance.org که همون خانم هلن والی اینو در حقیقت ساخته، میگم آره، و که در واقع تمام اجراهای دنیا رو تو این دیتابیس جمع کرده، یعنی وقتی وارد اون اینتراکتیو ویدیوه که تمام ویدیو در واقع اونها زیادن، یعنی انقدر دارن زیاد میشن که وقتی سرچشون میکنی تعداد فستیوال‌ها یهو به تعداد فیلم‌ها بیشتر میشه. چون ببین الان خیلی راحت شده، میگم باز الان مثلا من ممکنه، من مثلا ایدم اینه که بیام الان تو فستیوال شما مثلا وایسم و ببینم کامنت ها چیه و با توجه به کامنت ها تصمیم گیری کنم. خب یعنی میدونی، یعنی انقدر این اینتراکتیو برای امروز ما راحت شده. مثلا میری تو اون سایت ها میبینی اجراش چقدر اجراهای ساده و کوچولویی هستن، ولی در اون زمانشون خیلی شاهکار بودن. یعنی دارم میگم که حالا دوتا منبع معرفی کردم، بازم میگم بعدا یه عالمه استوری میکنم و بهتون میدم که بذارید و بچه ها برن سراغش. و اون سوالی که می‌خواستم بپرسم بودش که ببین من یه اجرای توی فکر می‌کنم رومانی بود دیدم، اجرای خودشون گفتن اجرای وی آره. من به عنوان تماشاگر نمی‌تونستم بگم که من تخصصی توی این حوزه نداشتم طبعاً، ولی اجرای این بودش که خب طبق سنت وی آر حالا دوربینای وی آر بود، یه موبایلی توی اون دوربینه رفته بود، ولی حالا اون وی آری که من توی اینترنت راجبش خوندم و دیدم نبود. در واقع یه صحنه‌ای بودش که بازیگرای بک در واقع یه پیش زمینه سبز داشتن، مثل پرده سبز آبی سینما بود و اونجا داشتن اجرا می‌رفتن و اون دوربین وی آر رو که ما روی چشمون می‌ذاشتیم یه فیلمی بودش که از روی موبایلی داشت پخش می‌شدش که اون تو جای جلوی دوربین وی آر است، فیلم اجرا بودش با یه در واقع توی یه فضای رئالیستی، یه فضای کاملا رئالیستی. این چه جوری چه چیزی محسوب میشه حالا با اون تایپ؟ ببین مثل پرفورمنس آرت یکی از ویژگی‌هاش اینه که تعامل داشته باشه با مخاطب. خب و آبراموویچ میاد و مثلا اجرایی میذاره که فقط تو تماشاگرش باشی، هیچ
اینتراکشنی باش نداشته باشی، فقط تماشا کنی که آبرام بیشتر چی کار میکنه، توی این حوزه ها به همین خاطر خیلی مرزبندی نمیتونیم بکنیم. ما این تعاریف رو از لحاظ منابع محدود توریکالی که در دنیا وجود داره میگیم، یعنی میگیم این هست، ولی واقعتش اینه که چقدر میتونیم هنر جدید رو دستبندی کنیم؟ واقعتش اینه که نمیتونیم. خب واقعتش که اگه اون آقا بیاد بگه من میگم این سایبر پرفورمنس نیست، خب میگم سایبر پرفورمنس داره اینتراکشن یکی از ویژگی هاشه، خب ولی اون میتونه بیاد منو مجاب کنه بگه به این دلیل به این دلیل من میخوام این کارو کنم پس این میشه سایبر، خب ولی من میتونم بگم که نه، به دلیل اینکه تو فضایی نساختی واسه من و من رو تازه آوردی تو سالن تاج و تازه هیچ اینتراکشنی هم بین من وجود نداشته، بعد تو چون فکر کنم هیچ اینتراکشنی که نداشته فقط بیننده بودی دیگه، فقط بیننده بودی، یعنی تفاوتش چی میتونه باشه؟ هیچی نمیتونه، صرفا داره یه المان اضافه میکنه به صحنه است همین، یعنی به نظر من نمیتونه باشه یه چیزی. ببین تو ایران نمونهش نمونه کار نیما بود، یعنی و این خیلی بده که ما میتونیم انگشت شمار شاید حتی یکی دو تا فقط بتونیم مثال بزنیم که من دوم شاید تو الان به خاطر ندارم، نمیدونم اگه تو کرده بود چند سال پیش توی یه فستیوالی که سالن موجنو برگزار کرد اگه اشتباه نکنم، اسم فستیوال رو یادم، بذارید من اینجا یادداشت کردم فکر کنم اسمش ریدایل بود، دوباره زنگ مجدد در واقع که سالن موجنو میلاد شجره اونا برگزار کردن. نیما یه کاری هم اونجا داشت به اسم وبکم که حالا خیلی نزدیک این حوزه و این ماجراها و این ویژگیایی که داره. ببین مرسی، سرفصل دیگه ای مونده از صحبت هایی که میخواستی بکنی؟ سرفصلی که دیگه من ندارم که بخوام در حقیقت بگم، فقط این که توی سایبر فرمنس این در حقیقت همونطور که خود گفتی که من دیگه حرف تو رو خود باز کنم، این آواتارها که وقتی میان بین آفلاین و آنلاین بودن ها همه یه توریای فلسفی خیلی جدی میاره که حالا کسی که حالا خیلی بعد روش دیگه مطالعه کنن دیگه، اصلا بحثش برای اینجا نیست. در راجع بحران هویت صحبت کردن هم میتونیم کامنت ها رو باز کنیم اگر. اصلا فیلم چیز هم بود، یه فیلمی هم بودش اسمش چیچی نامبر وان، یه چیزی یه فیلم بود، یه پسری بود یه دوربین در واقع حالا وی آر ای آر نمیدونم اسمش چی بود میذاشت و اصلا وارد دنیای بازیه میشد، دوربین وی آر. آره. آره. که یه مسابقه ماشین سواری بودش که میدادش، خیلی فیلم عجیب بود. ببین من 3 دقیقه بیشتر از زمانی که اینستاگرام ما رو میبنده وقت نمونده، نهایتا الان دوباره یه لایو میریم 5 دقیقه، ولی کسی اگه سوالی داره من خیلی خوشحال میشم که سوال یه بار دیگه برای شاید که کسایی جدید اومده باشن. صحبت امروز ما با علی فیروزجنگ بود توی حوزه سایبر فرمنس و اینترنت آرت که دو تا حوزه هستن که حالا شروع خیلی دورشون اگه بخوایم بگیم از دهه 70 بوده، بعدم به مرور پیشرفت کرده، گروه های مختلفی پیدا شدن، جشنواره های مختلفی شکل گرفتن توی اروپا، توی اقیانوسیه، توی آسیا و جاهای دیگه. الان بالاخره یه سوالی اومد به لحاظ هزینه این نوع کار علی فیکوار. ببین واقعتش اینه که من نمیدونم الان با چقدر با هزینه تئاتر معمولی آشنایید. ببین شما الان مینیمم یه هزینه‌ای برای سالن دارید، برای اجاره کردن سالن دارید، برای هزینه برای بازیگر دارید، برای نور دارید، ایکس و ایر گذر که همه اینا ترجم یه رقم خیلی قابل توجهی میشه. ولی شما با استفاده از یه پلتفرم خیلی معمولی، یه پلتفرم مثل اینستاگرام حتی که الان داره بهتون رایگان بهتون میده و یا یه بستر خیلی رایگان دیگه مثل آپ استیج، مثل سکند لایف، اینا پره، یعنی تو اینترنت سرچ کنید خیلی پره که اینا میتونن در حقیقت به شما این امکانو بدن که یک اجرایی که شما میتونستید تو سالن مثلا ایکس و ایر گذره توی تهران اجرا دارید و همونو به صورت آنلاین اجرا دارید، پس طبیعتا از اون تره. به نظرت این که من که تلیف داشتش من مولانی نقطه ضعف خب من چون میدونم که در حقیقت یه آرتیست خیلی خوب پرسیده بگمش اینو که ما هنرهای جدید و کلا هنرهای خانم گنجی گفتن که یه پایان‌نامه خیلی خوب تو مقطع ارشد در مورد این نوشته شده، چقدر عالی اگه بشه در حقیقت معرفیش کردم که فوق‌العاده است. ولی در مورد اینکه دستبندی نمیشن، ببین دستبندی خیلی ببخشید اصلا صحبتت، ولی 59 دقیقه و 25 ثانیه شده الان احتمالاً قطع میشیم،
و قبل از قطع شدن من پیشنهاد میدم یه دقیقه این ویدیو رو قطع بکنم که بتونم سیوش بکنم رو برو لایو.